سلام، ۲۲ خبری 1000 ولت خوش آمدید. من وجمع شکیب هستم. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور غنی 5 پروژه آبگردان مربوط به 5 ولایت محروم چون بامیان، دایکندی، بادغیس، غور و بدخشان را از بودجه مالی سال 1397 حذف نموده است، در حالی که این پروژه ها در بودجه سال گذشته وجود داشته و مقامات همچنان میگوید 70 تا 80% کارهای این پروژه به پیش رفته است. گفته شده نبود هزینه علت اصلی این تصمیم هاست. برای جزئیات بیشتر محمد عارف رحمانی، وکیل مردم در مجلس و عضو شورای عالی جنبش روشنایی را در استدیوی خبری 1000 ولت با خود داریم. جناب وکیل صاحب خوش آمدید. سلامت باشید. چرا این پروژه ها حذف میشه و انگیزه اصلی رئیس جمهور در قبال این کارش چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و بینندگان 1000 ولت. من در یک شبی با یک از وزرای سکتوری جلسه داشتم. اتفاقا ایشان به من گفتن که متاسفانه جناب رئیس جمهور 5 پروژه را از 5 ولایت خط زده با خط خودش و اسنادش موجوده و این برای من جالب بود. و باقی این پروژه ها حدود 15 پروژه دیگر هم داده به یک وزارت غیرمربوطه، وزارت محترم مالیه. ما وقتی که از دوست سوال کردم که دلیل از چیه، هم باید لبخند بسیار تلخی گفت خب شما همه چیز رو میفهمید. واقعی قضیه ای است که آنچه که عنوان میشه کمبود بودجه یا کسری بودجه است که طبعا ممکن در اقتصاد کشور بیاید، اما آیا با کسری بودجه در حالتی که فرض بکنیم که کسری بودجه واقعیت دارد، آیا ما حق داریم که مناطقی که صدها سال در یک محرومیت دارد اونا رو پروژه هایش رو کنسل بکنیم، از بودجه بکشیم، مناطقی که یک مقدار بیشتر اونا انکشاف یافته، توسعه یافته یا امتیازات خاصی رو داره مثل سرحدی بودن، بنادر، اینا رو ما همچنان حفظ بکنیم؟ گمان میکنم که حتی اگر کسری بودجه هم بوده باشه، خط زدن 5 پروژه از این ولایات که شما عنوان کردید، یعنی ولایت غور که یکی از محروم ترین ولایات کشور هست، ولایت دایکندی، ولایت بامیان، ولایت بادغیس، ولایت بدخشان، کار غیر اخلاقی، کار غیر سیاسی، غیر حرفه‌ای و تبعیض‌آمیز است. و فکر میکنم که با هیچ میزان به اندازه قابل اندازه گیری نیست. بنابراین اگر بخواهیم که به این بخش از سوال شما جواب بدیم، این است که متاسفانه به دلایلی که مردمان و ساکنان این ولایات اینا عمدتاً به صورت تاریخی در چشم قدرت و سیاست قبیله اینا مردمان نسبتاً حقیر و اینا رو جدی نمی گرفتن، لذا شاید رئیس جمهور واقعاً بحثی کسری بودجه بوده، اما این تیغ گذاشته و گلوی این مردمی که در همیشه تاریخ اینا محروم بودن و این کار کاملا غیر اخلاقی است، کار کاملا غیر حرفه‌ای و کاری هست که ما نمیتونیم که او را قبول بکنیم. ضمن اینکه واگذاری 15 پروژه دیگر به وزارت محترم مالیه که یک دستگاه مالیه که در اکثر سیاست های اقتصادی را معین میکنه، پروژه ها را تأمین میکنه و دستگاهی هست که بودجه رو می نویسه و میاره به پارلمان افغانستان مدیریت میکنه. این دستگاه مزه اقتصادی میاره بودجه پروژه ها رو از وزارت برق میگیره و این رو واگذار میکنه وزارت مالیه. این هم با هیچ در واقع معیار حرفه‌ای و سیاست گذاری قانع کننده و بهینه سازگار نیست. البته ما علت قضیه رو میفهمیم که علت قضیه چی هست که باز شما سوال کردید. بنابراین ما خلاصه میکنم حرف خود رو که حذف 5 پروژه و خط زدن اینا توسط شخص رئیس جمهور حتی اگر به بهانه کسر بودجه هم بوده باشه، به خاطر کسر بودجه هم باشه، ما در شرایطی که میتونسته کمی پروژه ها رو از جاهای دیگه، از ولایت های دیگه کسر بکنه، این یک کار کاملا تبعیض‌آمیز است، کار کاملا غیر سیاسی و غیر ملی است
و فکر میکنم که از این منظر اگه نگاه بکنیم کاری غیر اخلاقی هست. حالا آقای رحمانی، 5 پروژه ای که از این ولایت ها حذف شده، همه این پروژه ها در ولایت های دیگر تطبیق می شود و این وجود داره این پروژه ها. حالا با در نظر داشت این موضوعات، آیا فکر نمی کنیم این تصمیم ها چقدر خلاف صراحت قانون اساسی بارکشاف متوازن هست؟ واضحه، قانون اساسی را آقای دانش فرمودن که از خورد بزرگ فقط همین قانون اساسی را مادر نقص می کنیم. رئیس جمهور نقض میکنه، معاونینش ممکنه نقض کرده باشه، وکلا نقض میکنه، دولت حکومت بعد نقض میکنه، حتی ممکنه آدم های عادی قانون اساسی نقض بکنه. یک نفری به طنز میگفت که تنها ماده ای که در قانون اساسی هنوز نقض نشده ایست که کابل پایتخت افغانستان است. واقع قضیه است که اقدامات را که حکومت وحدت ملی انجام داده و حتی خود حکومت وحدت ملی، اینا اقدامات هست که در واقع اقدامات خلاف قانون اساسی. قانون اساسی در مقدمه خودش و در 6 ماده تأکید میکنه بر عدالت اجتماعی و عدالت مطابق یک جامعه ما و حکومت ما میگه جمهوری اسلامی، یعنی یک جامعه هست که یک جمهوری هست که بالاخره متخذ منبعش از اسلام هست. یا حداقل قواعد و قوانینش با اسلام سازگار است. بعد از توحید مهمترین آموزه الهی توسط انبیای اعظم عدالت، ولی متاسفانه در این جامعه ما بعد مردم نماز میخوانن، اتفاقا روزه هم میگیرن، اما دزدی ظاهرا حلال، تبعیض در حق شهروندان ظاهرا واجبه، مخصوصا اگه اون شهروند هزاره باشه یا یک تاجیک بدبخت مثلا بدخشانی باشه یا یک هزاره بادغیسی باشه یا یک مجموعه دیگه باشه، ظاهرا وقتی که تبعیض بیاد اینجا اصلا از حالت حرمت خلاص میشه، واجب میشه، ولی بخوام به زبان دینی صحبت بکنم. خب از لحاظ قانون اساسی تبعیض کردن به عدالتی محکوم، به لحاظ دینی هم مهمترین آموزه بعد از توحید عدالت است که ما اول عادلانه برخورد بکنیم. لیقوم الناس بالقسط، خدای متعال قرآن فرستاده، کتاب ها رو فرستاده همراه با بینات و تمام پیامبرانش که آمده یک چیز با آدمی بگه که در عرصه مناسبات اجتماعی شما عادلانه رفتار بکنید. اگر ما به عنوان یک انسان باید عادلانه رفتار بکنیم، حاکمیت و حکومت ها و دولت ها به طریق اولا باید عدالت را پیشه خود قرار بده. و ظاهرا اینا هم همه حرف میزنن که ما نمیخوایم تبعیض بکنیم، ما میخوایم دولت قانون به وجود بیاریم، ما میخوایم ملوک التوایف بودن از بین ببریم، ما میخوایم دولت یک دست خوب قانونگرای عادل به وجود بیاریم. خب رئیس جمهور هم حتی گفت که قانون رفع تبعیض باید به وجود بیاریم، نه مند تبعیض، رفع تبعیض به وجود بیاریم. ولی در عمل وقتی این پای ما بلنگم، در عمل ما از قرآن همون مقدار قبول کنیم که به درد دنیای ما میخوره، از قانون اساسی همون مقدار قبول داریم که توجیه کننده اعمال ما هست. وقتی که به ضرر نان و نام ما شد و قدرت ما شد، نه قانون اساسی را قبول داریم، نه روحیه وطنداری را قبول داریم، نه اصول اخلاقی را قبول داریم، و قرآن که بالاخره در جایش اون که دیگه دیگه محترم نیست. بنابراین من میخوام بگم خلاصه صحبت ما هست که از واضحات و امور آشکاره که اقدامات اینچنینی تبعیض‌آمیز، مخالف قانون اساسی، نص قانون اساسی و سری قانون اساسی. شما در بحث در فصل اول قانون اساسی ببینید ماده 22 چی میگه؟ ماده 22 قانون اساسی میگه که هر گونه تبعیض و امتیاز به همه عبارت میان اتباع افغانستان غیر قابل قبول است، یعنی ممنوع، هیچ فردی از اتباع افغانستان این تبر نگفته که این تبر من مثلا هزاره باشه، پشتون باشه، گجور باشه، ایماق باشه، پشه‌ای باشه، عرب باشه، نورستانی باشه، سادات باشه، چی باشه نمیفهمه، بالاخره تاجیک باشه. گفته اتباع افغانستان از این حیث که تبعی افغانستان نه تسکری افغانستان رو داره، از این حیث هیچ گونه تبعیض و امتیاز میان اونا روا نیست، ولی قواعد نوشته شده، برخی از قواعد نوشته شده که زیر مجموعه قانون اساسی هست و قانون و قواعد نانوشته ای که در این جامعه نفس میکشه، خب البته اینجا می شهروند درجه 1، درجه 2، درجه 3، درجه 4 و درجه 5 میکنه. یک طرف مالک و صاحب این سرزمین قرار میده و اونا حق دارن همون مالکای محترم که در توانی با قدرت‌های خارجی هر گونه تبعیض رو که به شهروندای درجه 3 و درجه 4 کردن اشکال نداره. وقتی میگیم قانون اساسی، باز قانون اساسی در عمل قبول نمیکنه. خلاصه حرف من این است که چون این تصمیم هایی که کم هم نیسته، تصمیم هایی که ریاست محترم جمهوری میگیره،
و حتی بعضا پارلمان افغانستان ممکنه بگیره، اینا تبعیض و تصمیم های هست که مخالف صریح قانون اساسیه. قانون اساسی ساخته دست آدم های در جرگ است، مخالف صریح قرآن. همین آقای غنی وقت نماز را میره در مسجد نماز میخوانه، شاید پنج وقت نماز بخوانه، خب خدا را قبول داره، توحید را قبول داره. وزرای محترم وقت نماز را نماز میخوانه، وزرایی که در کابینه نشسته، معاون رئیس جمهور اصلا یک مولوی است، آقای دانش حجت الاسلام و المسلمین. ولی وقتی که در عمل با قرآن بیاید، بعد او جای قرآن مانع یک سری اقداماتی شود و مخالف یک سری اقداماتی شود که او دل من رئیس جمهور میخواید یا من وکیل میخواید یا من مثلا معاون رئیس جمهور میخواید، دیگه کوشش میکنیم چیکار کنیم؟ جریده بریم، اصلا قرآن فراموش کنیم. این روز بحث قانون اساسی نیست، بحث قرآنی مطرح است که مورد قبول همه ما هست در ادعا. و متاسفانه رئیس جمهور نه تنها و دولتش و حکومتش نه تنها مخالف قانون اساسی عمل میکنه، که در بسیار از موارد اینا حتی قرآن در رو میزنن و در عمل در برابر قرآن استاد میشن. و من نمیفهمم که باز چرا همین ما خودمون میگیم که ما جمهوری اسلامی هستیم، زنیم، ما یک مسلمان هستیم، ما هم یک جامعه هستیم، بالاخره به قرآن اقتدا میکنیم، به کتاب خدا اقتدا میکنیم، به عدالت اقتدا میکنیم، همچنین یعنی چرا هم ادعا میکنیم؟ خب البته ادعا میکنیم دیگه. حالا با در نظر داشت این مسائل شاید هستیم که حکومت در 3 سال گذشته تصمیم های تبعیض‌آمیز زیادی را گرفته و به خصوص در اواخر این تصمیم ها زیاد شده. برای جلوگیری از ادامه این سیاست ها چه باید کرد و چه راه حل قانونی وجود دارد؟ اول اینکه هر چه سریعتر ما باید حکومت وحدت ملی هم امور خود را پایان برسه. شما میدونید حکومت تصمیم خلاف قانون نگرفته، حکومت وحدت ملی یک بدعت سیاسیه، یک بدعت سیاسیه در قانون اساسی ما، در فرهنگ سیاسی ما. ما چیز به نام حکومت وحدت ملی در قانون اساسی نداریم. گفتن این از روح قانون اساسی گرفتن میشن. و ارباب آمد آقای جانگیری بین آقای عبدالله و آقای غنیشان، بعد دستور هم داد که شما با هم دیگر بسازید. بعد یک چیز هم یک کردن که آقا منتقض از روح قانون اساسی این امور را به حکومت وحدت ملی گرفتن. ما چیز به نام حکومت وحدت ملی در هیچ ماده و هیچ اشاره و نص و حتی در واقع کنایه، مثلا کمی قانون اساسی یا کنایی برخورد کردن، در روح قانون اساسی نداره. حکومت وحدت ملی هم چه بدعت. حال ما به خاطر از اینکه به جهنم طالب و داعش در گرفتیم، به قوال جنگ داخل شروع نشه، اون همین حکومت قبول کرد. اما متاسفانه همین حکومت که به لحاظ قانون اساسی یک بدعت و یک پدیده حرام لحاظ قانون اساسی، اینمی حکومت باز طبعا آنچه را که تکثیر میکنه، آنچه را که تصمیم میگه، آنچه که اراده میکنه بسیار برای شر نیست که خلاف قانون خلاف چی باشه، خلاف در واقع قانون اساسی باشه و تبعیض‌آمیز باشه. چی کار باید بکنه؟ اول خوبه این زود تبتن باشه. دو تا زمان را به نظر یک جامعه افغانستان که میخواهد جامعه قانونمند و دموکراتیک باشه، اینا باید کوشش بکنن که در مقابل اقدامات خلاف قانون حکومت وحدت ملی ایستاد شد. بیاد بکنن. جامعه مدنی، جامعه رسانه‌ای کشور باید نترسن، جسورانه عمل بکنن. اگر به دوم گرد سهونی هست که راه حل سهونی هست که مجلس، مجلس شورای ملی و مشروعان جرگه یک از وظایف شانمی هست که بر اساس اصل نظارتگری و اصل تقنینی که انجام میده بودجه رو می‌نویسه، اینا کوشش بکنه که در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز وحدت ملی ایستاد شد. اگر ما یک مبارزه همه جانبه و چند لایه و چند سویه رو داشته باشیم، ما میتونیم که یک مقدار زیادی در برابر همین تیغ تبعیضی که امروز بر گلوی ملت ما گذاشته شده، تیغ بی‌عدالتی که بر گلوی ملت ما گذاشته شده، ما مقاومت بکنیم. فکر میکنیم که جنبندی صحبت می هست. اگر بخواهیم صد بکنیم علیه تبعیض، صد سازی بکنیم، باید در چند مرحله و چند لایه کار بکنیم، از افراد عادی جامعه گرفته تا جامعه مدنی، نخبگان، رسانه ها، اعضای پارلمان،
و علما و سلوف مختلفی که بهتر جلو به عدالت رو بگیریم، باید ما بتونیم نظام از مبارزه را درست بکنیم. در غیر صورت این حکومت اصلا نه حکومتی که به هیچ وقت به هیچ چیزی پابند نیست، به هیچ چیزی پابند نیست. یعنی هر کاری که بخواهی برای در واقع به دست آوردن مطالب و مطامع و خواستهای خود انجام بده، اگر قانون اساسی هیچ، اگر بخواهی قرآن هم دارو بزنه مشکل نداره، میکنه. اما آقای رحمانی، ما تجربه کردیم که راهکارهای مدنی در این چند سال اخیر بالخصوص نتانسته سران حکومت را وادار به پاسخگویی نمه. اگر این گزارش هایی که پخش شده واقعیت داشته باشه که داره، پس چه راه دیگه وجود داره تا اینکه رئیس جمهور از تصمیمش جلوگیری بکنیم و اینا را گوشزد بکنیم که کار اول باید مجلس بودجه نوشته میشه، باید مجلس وکلای محترم همین گنایات در مجلس جلوی قضیه رو بگیره، جلوی تبعیض بگیره و ما کمکشان میکنیم. من از غزنی هستم، برای دایکندی، برای بامیان، برای بدخشان، برای هر جا نورستان، هر جایی که تبعیض باشه اون مالش کرده. این یک نکته این باید تلاش شود، وکلای محترم دایکندی فعال شود، وکلای بادغیس فعال شود، بدخشان فعال شود، غور فعال شود، اینا اجماع کنن تا هر جایی که امکانش هست و پیش برن که جلو از این تبعیض رو بگیرن. این یک نکته که بالفعلش و در صورتی که تبعیض نما پیدا بکنه، خب مردم هم که فلج نباید باشن، مردم اینطور بیشن که چکار کنن؟ مظلومانه خوب اشکال نداره دیگه، صدها سال به ما ظلم کردن، حالا یک چند سال دیگه می آقای محمد اشرف غنی حکومت وحدت ملی ظلم کردن. اما باید اما چندین گزارش دیگه، چندین نشست های دیگه رو داشتیم که ما تجمعات مردمی خیلی خوبی رو داشتیم، اما نتیجه نتونیم. این 14 سال است یا 15 سال که ما این حکومت رو داریم، بالاخره که 300 سال دیگه این سرزمین تبعیض، 300 سال قدرت به نام خدا، ذل الله، نو پادشاه، رئیس جمهور، جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلامی، حرف ملت را نشنیدیم. این حاکمیت هایی که بوده به ملت ها احترام نکردن. حال وقتیه که ما جسارت به خرج بدیم و کوشش بکنیم و جبیره بکنیم. قرار نیست که ما به 16-17 سال بخوایم که کل تبعیض زدوده شد و جامعه و یک جامعه مدنی و یک مدینه فاضله به وجود بریم. مگر ممکنه جامعه که 300 سال در تبعیض، در استبداد، در خودکامگی، در نقض حقوق بشر و کرامت انسان اینا زندگی کرده و بسر برده و تبعیض کردن حق حکومت شده، از صلاحیت های حکومت شده، این که مردم باید از حکومت ها بترسه و حکومت ها به مردم زور بده، گویا یک حق و تکلیف، یک رابطه حق و تکلیفیه. حالا میشه که باز بخواهیم با چند تا تظاهرات در واقع به جای برسیم. به ما ایراد میگیرن که خب شما دو سه تا تظاهرات کردید، اون بحث های تبسم بود و بحث جنبش روشنایی بود و اینا و تصورشان این بود که حالا اگه 1 میلیون آدم آمد باز حکومت صدای اینا رو میشنه و قصه خلاص میشه. ما از ما اول میدونستیم خلاص نمیشه. ای آقای اشرفانی خانه پدر جواد از یک حیز که زور نداره حکومت هایی در این جامعه بود 1 میلیون انسان. خب مگر همین حکومت ها نکشتن؟ به همین کابل یک زمان 60,000 آدم کشته نشد. اینا خوب هر دکتر مثلا یک کاری میکنن، میرن دایش دارن، نمیدونم چی دارن، طالبه هست، چی هست، میه بلاخره میزنن آدم ها را سرک ها جمع میکنن. ولی خوب است که به خانه های ما نیامدن. 1 میلیون انسان در کابل کشته شد، خاص اصلا در افغانستان معذرت میخواد و صدها هزار نفر به همین کابل کشته شد، خانه ها خراب شد، هنوز ما داغ جنگ را داریم. حکومت ها سرشت چلقن بوده، سرشت خونریز بوده، سرشت شمشیر سالار بوده و حکومت هایی بوده که میخواستن بنیان و اساس خود بر خون استوار بکنن و رفتن و اشتباهات کردن. حالا چی؟ حالا شما انتظار دارید که با 2 تا 3 تا تظاهرات مردم این حکومت ها حرف مردم رو بشنون؟ نه، بسیار اصلاح شده. حداقل آقای اشرف غنی رو دیده در روبروی حکومت، روبروی جامعه جهانی، روبروی در واقع در کابینه خود و در عموم گفته نمیتونه. ما اینجا فشار میدادیم و بنده خدا برفته بچه یک آولنگی روی دوش خواهد میگرد. آقای دانش بلند میشد ما برای شما مترو بس درست میکنیم، نمیدونم به دایکندی چی کار بکنیم، نمیدونم 220 کیلوولت میبریم. خونم زور ملت بود. ولی واقعی خزیه یک چیز دیگه هست که ملت هنوز که هنوزه دو اتفاق بد خوب نیفتاده. یکی که ملت هنوز که هنوزه اون انسجام خود نداره. ما برای 220 کیلوولت، برای 500 کیلوولت که از مسیر اصلی و علمی و تکنیکی خود باید بره که منافع اقتصادی افغانستان رو تامین بکنه، سبب انکشاف میشه، ما مبارزه میکردیم. خب برادران تاجیک ما نیومدن در کنار ما ایستاد شدن. پشتون های جنوب، پشتون های مشرقی، پشتون های لوی پتیا اینا رو بازی داده بودن. هر که او وزارها میخواین برق شما رو بگیره، اینقدر اینا جاهل بودن بیچاره. میگن خوی هزار اصلا تظاهرات شده علیه که میشورشون
در حالی که حالا معلوم میشه که نه، جنبش روشنایی در واقع یک جنبش برحق بوده، اهدافش برحق بوده، برای افغانستان بوده و اینا میخواستن برق برای به برق پایدار رو بیارن و الان هم میخواین مبارزه خود ادامه میدن. شما دیدید که با ما همراهی نکردن، با ما همراهی نکردن، تازه یک تعداد از درون جامعه خود ما بلند شد که شما بد کردید، بچه‌های مردم بردن تظاهرات کنن، شما اینا رو به کشتن دادید. اونایی که خانواده هایشان شهید شده، اونایی که بچه هاشان شهید شده، خانمهایی که خانواده شوهرهاشان شهید شد، مادرهایی که فرزند هاشان شهید شد، اونا افتخار میکنن که برای عدالت ما میلیون ها انسان دادیم. شما پلیگون پلی شکل بریم ببینیم 5000 انسان خوابیده، یک لیست 5000 انسان کشته است. خب اینا افتخار میکنن اما میکردن و میکردن که بچه های ما در یک راه درست رفت، ولی یک تعداد پیدا شده بودن که نه شما چرا غلط کردید، اونا رو بردید، بردید که اینا کشته شد. در حالی که جایی که برن یخن دولت بگیرن که خب ما رأی دادیم به شما، مالی هم میدیم به شما، سرباز برای حفاظت از حکومت شما میدیم، در سنگین به جای هزاره کشته میشه، در گرگون کشته میشه، در کجای افغانستان نیست که اینا کشته نشه، در هزاره شد که چند نیست. حالا آمدیم به مطالبه قانون خود ترک کردیم، اگر مطالبه ما رو نمیدیم مطابق قانون باید امنیت ما رو میگرفتیم. چرا امنیت با جای ما رو نگرفتیم؟ چرا امنیت مظاهره چی رو نگرفتیم؟ نه تنها ما رو در واقع اینا رفتن که اعتداد بلند شده بودن که ما رو مقصر میگرفتن، سفارت آمریکا در یک مرحله ما تحت شما حق ندارید که مقاومت بکنید. بسیار واضح سفارت خانه رو گفته بودن که اینا یک نیروهای وابسته هستن، از نمیدونم کدام کشور خارجی اومد میشن. حالا اونا فهمیدن که نه، اینا نیروهای مدنی پردرخشش دارای ایده های عالی، تحلیل خوب و یک در واقع ایده های سیاسی، دارای ایده های سیاسی خیلی متعالی برای آینده کشور بوده و اینا یک نیروی خوبی. حال من میخوام یه چیزی بگم، قرار نیست که ما با چند تا تجمع و چند تا سخنرانی حکومتی که 300 سال ریشه در تبعیض و استبداد داشته، کلمونارها را حکومتی که وارث هم حکومت هایی بود که کلمونار می ساختن، آدم ها را به هم دیگه می گرفتن یا جیل می کردن می بستن، بعد اونا صدها هزار نفر هم میرانی کشته شد. عبدالرحمن خان گفت که من سری را که او سنگینی بکنه بر تن خود او را نگذاشت، مگر سر بیوه یا پیرزنی که خب البته او در حال مرده، یک همشی وضعیت بود در این کشور. خب حالا این آقای محمد اشرف غنی متفکر دوم عالم هم نامش هست، این آدم آمده و حرف از دموکراسی میزنه، حتی بعد از سخنگویان آمدن ادبیات ما گرفتن. دیروز من دیدم که یک سخنگوی داره آقای اشرف غنی بنده خدا، همیشه هم آقای اشرف غنی رو دلت برابر میکنه، دلت برابر میکنه. آقای اشرف غنی نمیفهمه که وقت سلطیزیان خود هر اظهار نظری که میکنه مردم میه و همیشه آقای اشرف غنی رو رد میکنه، همیشه. این هم سخنگوی سخنگوی البته خوبی نیست. همین سخنگو نوشته کرده که آه ما خواهیم کار اقتصادی بکنیم، کار خوب بکنیم، ولی یک تعداد تمامیت خواهان اینا جبر کار رو برگرفته. جالبه یعنی میخواین جای در واقع اما قصه رو عوض بکنن، مثل که شما بجید مثلا جای شمر حسین عوض کنید، مثلا شمر ده شعار حسین بده و از حسین رو بگید خب تو چرا رفتی کار شمری کردی، در حالی که واقع چیز دیگه است. خب ما مجبورم از تعابیر استفاده بکنم که مردم بیشتر استفاده این مردم ما بفهمن. حالا من عرضمی هست مبارزه مدنی برای تأمین عدالت و انسانی شدن مناسبات سیاسی در این سرزمین یک مبارزه دیرپا هست و مردم ما خیلی واضح به شما بگوید، مردم ما باید به سمت مدنیت رو کرد و این مبارزه ایدان ها پیدا بکنه، صبر استراتژیک داشته باشیم، پیگیری داشته باشیم. این حکومت به نفس افتاده، موجی جدید شروع میکنیم انشاءالله، شروع میکنیم و حکومت بعد تا جایی که توبه کنن بگن ملت ما مثل شما هستیم، نوکر شما هستیم، ببخشید غلط کردیم، عذرخواهی بکنن و بیاین به مسیر ملت، به مسیر قانون، به مسیر عدل، به مسیر حق و ما این مبارزه رو ادامه میدیم. و ممکنه در این مبارزه باز میاد چند تا داعش روان کنن، باز میاد قصه های انجام بدن، متوجه هستیم و باز اتفاقی بیفته، ولی بهتر از این است که مجامل بریم مثلا جنگ های داخلی. شما یک نوید تازه میدین به ما مسلما. شکر آقای رحمانی با حضورتان در برنامه امروز من. این بود مصاحبه اختصاصی شبکه هزار و بود. تا دیدار بعد، بدرود.